بینندگان عزیز سلام بر شما. با پس از خبر امشب با من محمد قیس رحمانی خوش آمدید. در این برنامه گفتگوی داریم با آقای باقی سمندر، عضو جامعه مدنی و همچنان خانم آصفه شاداب، عضو مجلس نمایندگان، در مورد سفر 4 روزه آقای غنی رئیس جمهور افغانستان به چین. در نخست آقای سمندر، میشه یافته های شما را بدانیم از سفر 4 روزه آقای غنی در چین؟ سلام به خانم شاداب، سلام به آقای رحمانی، سلام به همکاران شما و سلام به برنامه های چنان قدر یه برنامه. در قدم اول میتونم بگویم که سفر آقای محمد اشرف غنی سفر پربار هست، یعنی با دست خالی رفت، با دست پر برگشت. 4 پروتکل امضا کردن که پروتکل ها دیگه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی بر افغانستان و منطقه های زحمیت است. اگر از دیگه اقتصادی شروع کنیم، چینایا با افغانستان دو برنامه بسیار بزرگ اقتصادی دارن، یکی مثل عینک است و یکی هم حوزه دریای آمو یا مثلا نفت خیز و گاز خیز، دو طرف او طرف یا هندوکش یا دریای آمو. برای افغانستان بسیار ناتوان، استخراج نفت و استخراج مس گپ بسیار بزرگ است و این میتونه تسریع کنه استخراج آهن از حاجیگک. البته آدم نمیدونه، فراموش کنه که برای محیط زیست زیانایی هم پیش روی است از ناحیه مس و همین قسم از ناحیه نفت که او باید دیده شه و آسیب شناسی شه و گپ دیگه است. اما دیگه امنیتی برای افغانستان بسیار گپ مهم است. ما چند روز پیشتر از بدخشان برگشتم، شهرهای ابریشم از بدخشان میگذره، از دری برام وردوچ، از بارک دیرم شه وردوچ و طرفش کاشم میره. این شهرها همیشه امنیت مختل شده بود و این رای ابریشم تضمین میکنه و زمانی که این مایدات و این قرارداد تکمیل شوه، امکان وجود داره که این راه محکمتر شد و استوار شد و تجارت افغانستان با چین درستر شود. آیا فکر نمی کنید در منطقه کشورهایی هستند که نمی گذارن افغانستان با امین پیمان ها و مایده های بین المللی ملحق شود و امین پروژه ها در خاک خود افغانستان مریول اجرا شود؟ خب کشورها طبعا در افغانستان با فعال شدن این پروژه مثل عینک و پروژه نفت اما قدر خودمون تظاهر میدن که با فعال شدن پایپلاین از ترکمنستان به طرف گوادر و کراچی و بالاخره میدان هندوستان طبیعی است، اونا ضررشان است. منتها مفاد افغانستان این است که افغانستان رای خودش از نگاه اقتصادی، از نگاه سیاسی، از نگاه دیپلماتیک با کشورهای دیگر میخواد باز کنه. اما فکر میکنین این چی رو نشان میده؟ امروز نشست کشورهای قلب آسیا بود در بیجینگ و کشورهای منطقه همه ایشان در صدد این هستند تا بتونن در فضای امن زندگی بکنن و چرا نمیگذارن که همین مواد و پیمان هایی که در افغانستان باید مریل اجرا شوه این به گونه درستش لازم اجرا باشه؟ دلیل چرایش به کل روشن است. از زمانی که پیمان نظامی شانگهای به وجود آمده، در واقع زمانی که اتفاق بین مسکو و پیکن به وجود آمده، اختلافات 50 ساله مسکو و پیکن تقریبا میخواد کم شود. درست است؟ اما در پولیش تلاش دیگه از طرف اروپا و آمریکا داره که بازار مشترک اروپا و آسیا، نه بلکه بازار اروپا و آمریکا به وجود میاد. افغانستان سرزمین است که 6 همسایه داره، در واقع از 6 طرف با خشکه محاط است. افغانستان ناگزیر است با تمام کشورهای دنیا رابطه داشته باشه، اما این رابط تجارتیش از 6 مرز میگذره، رابط سیاسیش از 6 مرز داره، رابط امنیتیش هم یک قسم. پاکستان با افغانستان در این ناحیه جنجال داره و جنجالش هم این است که یکی از متحدین بسیار بزرگ پاکستان چینایا بودن. چی در جنگ اول بین پاکستان شرقی و غربی کار پاکستان بنگلادش شد و چی در جنگ سه جنگ کوچک صورت گرفت، چینایا هم بستگی خود با پاکستان نشان دادن و از هند موضع گرفتن و آل افغانستان از پشت سر پاکستانیا در واقع با متحدین چینایا، متحدین پاکستانیا نزدیک میشه تا بالاخره با یک نوع از دگاه سترنج بازا امی پاکستانیا را مثلا دور فیل بکنه. این قسمی متحد امریکاییش تقریبا با دور شده، غالمغال آیسای پاکستان برآمده که گویا طالبای پاکستانی در خاک افغانستان هستند و مدید چینیش هم باش نزدیک شوه، پاکستانی ها ناگزیر خواهد شدن. دولت پاکستان، آیسای پاکستان و پشت بند بین‌المللیشان که به نظر ما هنوز کم کن
MI6 یا انگلستان است، ناگزیر خواستند تا قبول کنند که افغانستان میتونه حرکت کنه در راهی که در او منافع ملی خود مد نظر بگیره. اگر منافع ملی افغانستان درست تعبیر و تفسیر شوه، او وقت افغانستان میتونه از این مخمسه بیرون شوه. چرا؟ مخمسه را که برای افغانستان خلق کردند، دست و پای افغانستان از شش طرف بسته است. ولی این حرکت به طرف چینایا یا از چینایا به داخل افغانستان مفاد دیگه که برای ما داری است. چینایا در داخل افغانستان زمانی که ظاهرشاه زنده بود دو پروژه را با افغانستان داشتن. یک پروژه بگرامی داشتن که فابریکه نساجی بود، یکم آب شمالی است که دو تا کانال داشتن و این دو کانال در شمالی در چارکار و بالاخره سر گلدره و سیزدره و این پروژه بگرامی نشان داد که میتونه با مفاد بسیار کم بین چین و افغانستان یک تجارت صورت بگیره. و این تجارت اگر با مو خط میخوایم بگیم با مو خط پیش بره، رابط افغانستان با چین محکم میکنه، رابط افغانستان با آسیای جنوبی، آسیای دور و گره میخوره منافع افغانستان با تجارتی که در سارک وجود داره. چون چینایی هم عضو سارک هستن و افغانستان و اینا یک بخش تجارت پیدا بکن و افغانستان دهلیز بین آسیای دور خود افغانستان و آسیای میانه میشه و این تجارت هرقدر رفت آمد بیشتر شوه، ما در اینجا طبعا هم مفاد داریم هم ضرر داریم. ضررش این چیزاست که زمین لرزایش هم میبینیم. وردوج من اونجا رفته بودم و یک هفته پیش در وردوج بودم. راهی است که اینا آیس آی پاکستان با همکاری مافیای منطقه، مافیای چرس، مافیای تریاک، مافیای سنگ‌های قیمتی خراب میکنه که این راه بسته شوه. اما خوشبختانه مردم به این هوشیاری و آگاهی رسیده که این راه باز شوه و شهرهای ابریشم بتونه افغانستان را دوباره با دنیا وصل کنه. سپاس از شما. خانم شاداب چی فکر میکنین؟ آیا یافته ها و مثمریات های سفر آقای رئیس جمهور غنی تا آینده های نزدیک در افغانستان قابل تطبیق خواهد بود یا خیر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما همکار عزیز و همکارای تکنیکی، بیننده های عزیز تلویزیون، به نظر من سفر آقای رئیس جمهور در این لحظه که هنوز افغانستان مسئله امنیتی خود را به دست نداره، جلو امنیت به دست بیگانه ها هنوزم کماکان قرار داره، سفرشون از یک طرف بسیار زیاد قابل قدر هست و مسائل تجارتی که افغانستان را در سطح دنیا به حیث یک مرکز تجارتی گویا که قرار بگیره گفتن، این حرفی هست که آینده های دور میتونه که مصداق گفته های آقای رئیس جمهور باشه و ضمناً فعلا شرایط طوری هست که امنیت خراب است و تاجرین محترمی که در افغانستان قبلا سرمایه گذاری داشتن از خود افغانستان اونها فرار کردن به یک شکلی در کشورهای دیگه سرمایهشون انتقال دادن و یکی جناب رئیس جمهور با تجارای ما در کشور چین ملاقات داشتن. در این ارتباط فکر کنم هنوز پیش از وقت خود بود که تاجرا ثروت خود را یا دارایی یا مسائل تجارتی خود را تمرکز بتن سر افغانستان و حتی کشورهای خارجی که علاقه بگیرن در افغانستان. اگر سرمایه گذاری فکر میکنید سرمایه گذاری چین در افغانستان پیش از وقت است؟ فعلا تا وقتی که امنیت تامین نشده هیچ کاری در بخش تجارت انجام شده نمیتونه، به خاطر اینکه در هر گوشه و کنار افغانستان امنیت خراب هست. راه ابریشمی که سالهای سال آرزوی ازیر گوشایش ازیر در افغانستان، ریشه ناامنی کجا است؟ ریشه ناامنی از قبل بجا مانده، توطئه ها، دسایس و حملات بیرونی بیگانه ها به خصوص همسایه شرقی ما پاکستان فعلا هنوز هم حملات از او جریان داره و مداخلات دیگی که از کشور ایران به یک شکلش ادامه داره. به این وضعیت کنونی به نظر ما اول رئیس جمهور باید قبل از قبل مسائل امنیتی مملکت را روی دست می گرفتن و تحکیم سرحدات موضوع بسیار مهم دیگه هست. فکر میکنید که تا اون زمان فرصت دیگر وجود می داشت که آقای رئیس جمهور یک بار دیگر به چین سفر میکرد؟ فکر کنم آقای رئیس جمهور میتونه که هر وقت سفر کنه که مثل که فعلا سفر کردن، و سفر کردن آقای رئیس جمهور در
کشور چین نه تنها منحصر البته این بدعوت رئیس جمهور کشور دعوت چین بله این دعوت را که قبول کردن این کار بسیار خوب است که قبلا گفتم، اما مسئولیت امنیتی بالاتر از همه مسائلی هست در افغانستان که فعلا افغانستان ناامنی بسیار بی‌نهایتی که قبلا یعنی از این مشکل تا به حال مردم با دست و گریبان بودن، هنوز هم به همون شکلش ناامنی ادامه داره و رئیس جمهور بهترین زمینه برای ازی هست که از کشورهای آسیایی در زمینه تامین امنیت همکاری بجوین و کشور پاکستان را به خصوص هشدار صادر شود که بعد از این حملات خود را متوقف بسازه. مسئله راه ابریشم، گشایش راه ابریشم یک امید دیگه هست که این در آینده های نزدیک افغانستان را با دیگر کشورهای دنیا ملحق می سازه و مسائل تجارتی رونق پیدا می کنه. این یک بخش مهم حیاتی مردم افغانستان بوده که این را ما از نظر دور گرفته نمی تانیم، ولی باز هم رئیس جمهور تقاضایشان در قدمه اول از کشورهای که در او نشست جمع میشن و بعد از این ملاقات هایی که داشته باشن بهتر است که مسائل امنیتی را فراتر از مسائل تجارتی بگیرن که زمینه را تا امنیت نباشد تجارت نمیتونه که رونق پیدا کنه. سپاس از شما بینندگان عزیز. پس از میان برنامه کوتاه برمیگردیم. در پس از خبر امشب آقای باقی سمندر و خانم آصف شاداب عضو مجلس نمایندگان یافته هایی از سفر آقای رئیس جمهور غنی را به بحث می گیرند. آقای سمندر، آیا فکر می کنین که رئیس جمهور غنی در سفری که به چین داشت قبل از وقت عمل کرده باشه و رئیس جمهور چین هم قبل از وقت دعوت کرده باشه افغانستان؟ فکر می کنم یک رسال در افغانستان داریم میگه ما این عراق از آبگیری تازه است. توجه هستین وقت اشرف غنی احمدزای که احمدزای خودش رو تدکرد نگوین مرا اشرف غنی بگوین، امی آقای اشرف غنی سفر کرده، یقین کنید که سفر تنها مشوری از اونها نیست، یک کمیته یک تیم در عرق نشسته باش مشوره کرده و کمیته در چین بوده باش مشوره کرده و یه اساس یک پروتکول است. این پروتکول یک شبه وجود نمه. قدم اول رفته سفر کرده، امیدوار است بتونه سفرهای زیاد داشته باشه، سفرهایش دستاورد داشته باشه با او جایی که خانم شاداب لطف کردن که امنیت هم هم تضمین شده. وقتی سر امنیت صحبت بکنیم، چینایا از یک ناحیه جنجال داشتن و جنجال دارن از ناحیه کاشغر، خوتن یا ترکستان چینایی. از اینجا همیشه امی گروه دهشت افغان، تروریست، طالب و جنایتکار اوجه حمله میکرد. یک قضیه. قضیه دیگه که از قدیم وجود داره، از تقریبا پی از انقلاب دموکراتیک نوین چین، مسئله تبت است که دلای لاما هنوز در هند نشسته که بخشی کسایی داره که تبت جدا شوه. متوجه هستین چینایی ها آنقدر روشار بودن که تانستن بعد از 100 سال هانگکانگ جز خود بسازند. متوجه هستین سیاست چینایی ها مثل سیاست ارگ کابل ممکن نباشه که شو تصمیم گرفته به کار کنه، هم دور میاندیشن. من فکر میکنم به نظر من اگر افغانستان چی با چینایی ها تجارت خوب داشته باشه، این مجموعا با سارک و چینایی ها، اون طرف با ایکو، این طرف با بازار مشترک اروپا و با بازار پسان با وجود بین اروپا و امریکا داشته باشه، ما هر قدر رابط ما با دنیا بیشتر باشه میتونیم ما هم از این پوستی قومی قبیلوی که اینا رو احاطه کرده برایم جهانی فکر کنیم. وقتی جهانی فکر کنیم، منطقوی و محلی عمل بکنیم، منافع خود ببینیم که با کی منفعت داریم با کی منفعت نداریم. چینایی ها در افغانستان مفاد دارن، ضرر دارن، جیب خودشان و جیب ما یکی نیست. اما شما توجه کنید در سطح بین المللی 30 میلیارد دلار چینایا در بانک های امریکا پم کردن که بو امریکا را از سقوط حتمی نجات دادن. یکی از علت هایی که مثلا اوباما سر قدرت ماند نه کمک پول فیزیکی چینایا بود بر امریکایا. آن چیزی که در سطح جهانی مثلا مطرح است، آیتک چینایا مثلا بسیار زیاد مهم است. در گذشته های بسیار دور 1848 از 49
در یک مقوله یک دانشمند اروپایی گفته بود که بهای ارزان کالای سرمایه‌داری توپخانه است که دیوار چین مشکناره. این سال 1848-49 فیلسوف و دانشمند اروپایی گفته بود. اما امروز ما می‌بینیم که در بازار کابل بهای ارزان کالای چینایی آمده مزرعه ما را خراب میکنه. سیر چینایی در کابل فروش میشه، تخم مرغ چینایی فروش میشه، سیبش فروش میشه، ناکش فروش میشه، فرش خود در پای کل ماست. هر مولوی که نماز میخونه امو جای نمازش چین است. هر آجی که از حج برمیگرده تذبیه که میاره از چین است. متوجه هستین؟ میدین چاینا نشته است. جای نمازی که سرش نماز خونه از چین آمده. یا حتی آجیات تلفونی که برای خانواده خود که برو از بازار سرای 16 اینقدر چیز دلار بگی اینقدر مواد بخر بیار. این چینایا هم در جای نماز ما نفوذ دارن، هم در تسبیح ما نفوذ دارن، هم دستیر دگدان خانه ما نفوذ دارن. بتو یک چیز ما باید کم بها ندیم. اگه خانه مثلا چادر داره، توجه کن چادرش ساخت چین است، لباسش ساخت چین است، دریچه لوکس که رئیس جمهور بپوشه ساخت چین است. از این خاطر ما چی با چینایا رابط داشته باشیم، چی با آمریکایا، انگلیسا، تجارت ما اگر با پاس منافع ملی افغانستان مطرح باشه، مجموعه 30 میلیون نفوذ افغانستان مطرح باشه، او وقت ما مفخاد خود ببینیم، میسنجیم چینایی بسیار هوشیار هستن. یک فابریکه را آلمان ها ساختن در یک جای به نام گلبهار. چینایی آمدن بعد نساجی را دیدن، وقتی دیدن کل ماشینا رو کپی کردن، ماشینای کپی شدگی خود زمان زارشا سر افغانستان فروختن، اون ماشینا نصب در کجا؟ در بگرامی. پاکستان ها چی کردن؟ به زور مجاهدین کبیر، مجاهدی سربکف پاکستان، فابریکه چور شد رفت. فابریکه بگرامی امروز وجود نداره، ما دیگه امروز نساجی نداریم. اما مجاهدینی که گلوله خود امروز پاره میکنه مثل ما رو پکول داره، در چور کردن سرزمین شریک بوده. ما میخوایم بگیم که ما میتونیم از صورت چینی ها استفاده کنیم، از سیاست چون استفاده کنیم، حالا فکر میکنیم که با استفاده افغانستان از صدات چینایی ها این طرف همسایه افغانستان پاکستان ضرر ببینه و تلاش هایش بیشتر شود به خاطر ناهم ساختن افغانستان. ببینید تمام ارتش پاکستان یک بخش با عظم ارتش پاکستان توسط چینایی ها تمویل شد. در افغانستان در وقت جهاد کلاشینکوف را که یک مجاهد نشانی خود داشت از کجا خریداشته بود؟ از مصر تا سادات، اما او بیدن چینا بود، از طریق چینایی آمد. چینایی ها پول و اسلحه و امکانات میدادن برای زیولق، برای پاکستان، برای ایس آی، او برای رهبری مجاهدین برای ما استفاده میکرد. ما سراغ دارم بسیار کسا رو داخل آمدن که سرشان تاپی چینایی خورده بود یا شوله ایسن چینایی ایسن، اما بسلی چینایی کشته شدن مطابق زور کی؟ با زور فلان رهبر. اگر روابط چین با پاکستان اینقدر نزدیک است، چرا پاکستان مرز بدخشان با چین ناامن میسازه تا چین نتونه رابطه خود برقرار بکنه و مانی راه های دیپلماتیک چین و برقراری رابطه دیپلماتیک چین با افغانستان میشه؟ ببین وقتی که یک بازار کلان بین‌المللی از پیش چینایا با افغانا وصل میشه و منافع پاکستان کم میشه، چی است؟ من وقتی که همین سفر در بدخشان داشتم، از سر پلخمری تا زیر خانابات پنبه که کشیده بود، سرت اول پنبه یا در بازار چین میرفت یا در بازار روسیه میرفت. ما خود ما نداریم جایی چه، اما سابق ما کارخانه داشتیم، گفتیم فابریکی خود ما این استفاده میکرد، بر ما تکه میساخت. ناله اگر امی رهبری فعلی ارگ جمع اشرف غنی و دیگرا بتانن سیاست را اتخاذ کنن که توازن بگرن، مثل سیاست سابقه مثل حزب دموکراتی حق باشه که روسا همه چیز، امریکایی ها هیچ، یا مثل سیاست مجاهدین که امریکایی همه چیز دیگر ها هیچ، یا اینترنشنال یک برند پکت چینایی ها بیفتن، شانگهای بیفتن و دیگر را پردن، دیگر را تحریک کنن، بلکه توازن برقرار کنن از نگاه نظامی، بین شانگهای، بین ناتو، بین دیگر ها، از نگاه اقتصادی، بین سارک، بین ایکو و بین اروپا و امریکا، تا ما بتانیم از این مخمسه بیرون شویم. دست پای ما از شش طرف بسته است. سپاس از شما. خانم شاداب، چی فکر میکنین که ایده اصلی پاکستان که امروز در نشست کشورهای قلب آسیا اشتراک داشتن چی بود؟ با در نظر داشتین که دشمن اصلی افغانستان شما پاکستان خواندید؟ بله، پاکستان در هر حالتش نمیخواد که در افغانستان صلح تامین شود، نمیخواد که افغانستان با این حال با کدام ایده امروز در کنفرانس کشورهای قلب آسیا اشتراک کرد؟ نمیخواد که افغانستان خودکفا شود، به خاطری که منافع اقتصادی از او، منافع نظامی از او، به یک سو حتی
درآمد بسیار بزرگ پاکستان از ناحیه ناامنی افغانستان هست که امروزه. اما امروز چگونه اشتراک کردن در کنفرانس کشورهای قلب آسیا؟ فکر کنم پاکستان در هر نشست، در هر بخش، در هر ساحه‌ای که باشه و اشتراک از او به یک شکل طبیعیش انجام میپذیره. مثل که در افغانستان همیشه پاکستان نماینده خود را روان کرده، نماینده با صلاحیت پاکستان با رئیس جمهور قبلی مینشست و وعده همکاری میداد و همزمان با او حملات راکتی خود را ادامه میداد. و برای فعلا که این سفر فکر کنم جدا از سفرهای دیگه که با ریاست جمهوری قبلی صورت گرفته، به نظر ما نظر آقای رئیس جمهور هم به این باور باشه که سیاست چین را، سیاست اقتصادی چین، سیاست نظامی چین را شاید بهره از او را با خود بگیره و بر افغانستان و این سیاست را تطبیق کنه. فکر کنم قطعا نظر آقای اشرف غنی امی بوده که از او سیاست گذاری هایی که در بخش های مختلف کشور چین و وقتی که ناامنی ها در چین در زمانه هایی که اونها پیشرفت نکرده بود وجود داشته تا به امروزی که چین فعلا بخش اقتصادی تمام جهان را کور کرده، از او چیزهای بهره بگیره، به خاطر پیاده کردن از او آمادگی خواد گرفت که در افغانستان هم همچنان یک سیاستی را بنا بگذاره. اما باز هم تاکید ما به امی هست که موضوع امنیت بسیار مهم هست. یعنی یک تاجر در کجا سرمایه گذاری کنه، کی بیایه و چطور تطبیق بکنه، این زمینه با امنیت تامین خواهد شد. سپاس از شما خانم شاداب عضو مجلس نمایندگان و آقای باقی سمندر عضو جامعه مدنی. همچنان سپاسگزاریم از شما بینندگان عزیز. تا برنامه دیگر، بدرود.